از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، حبیب لاله دمیده. از قامت سر و قدشان سر و جانم سر و خدا سر. آفرین، رمیده، یادم رمیده. صبح بخیر، ساعت 10 صبح چهارشنبه است. من صبح کلاینت ندارم ولی عصر 3 تا کلاینت دارم. الان میخوام آشپزی بکنم، با اینکه دلم میخواد بیشتر برم پیاده روی، ولی چند روزه که ما اصلا تو خونه غذا درست نکردیم، مجبور میشیم از بیرون غذا بگیریم. بریم غذا درست کنیم. من برای اینکه آشپزی راحت بشه واسم، از شب قبل پیازمو خرد کردم، مرغم هم گذاشتم بیرون شکلی، و زعفرون، و زعفرونم که این باشه آماده گذاشتم که بتونم مرغ درست کنم. امروز از اون روزا شد که من یه حقاتی کردم میخوام تغییر دکوراسیون بدم. ما یه بالکن خیلی بزرگ بدون مصرف داریم که توش مبل گذاشتیم، جعبه مبل گذاشتیم. من گفتم مثل از این وسایلی که داخل کموداست، چون واقعا من کمد باز میکنم دق میکنم و الان خلوت شد یکم. هرچی رو میخوای برداری دستت زخم میشه، یه چیزی میفته رو دستت، خیلی توش پر مثلا چون خورده مرده های چون نون و برنج و ایناست. خلاصه اینا رو همه رو از تون در آوردم که اون چیزایی که استفاده یه چیز ندارن، everyday ندارن، بذاریمشون تو بالکن. بعد هر موقع لازم داشتیم با اینکه سرده یکی به دو از بالکن برشون داره. چون احساس میکنم غذا خیلی بد شد. یه چیزی هست، ما خونه سایه اینا همین رو درست کردیم، ولی اونجا گازشون فرق میکرد، قابلمه هم که استفاده کردیم فرق میکرد، وگرنه هر چیزی که ما اونجا زدیم من اینجا هم زدم. ولی یکم پیازش زیادتر از حالتی شد که باید میشد، ولی مطمئنم مدلی هم که اون قابلمه اون ظرف غذا رو میپزونه، یعنی مدلی که گرما رو حرارت رو انتقال میده به غذا، هم روی اون تکسچر رو حس غذا هم تاثیر میذاره. اگر ما همین رو پختیم خیلی هم خوشمزه بود اونجا. حالا کینوا هم درست کردم. حالا من یک ساعت بیشتر سر کار دارم، سعی میکنم یه لقمه غذا رو درست کنم که فقط مثلا فکرم دو سه وعده خورده بشه. یه وقتی واقعا فکر میکنم آشپزی کردن توی خونه، وقتی که تو هزار تا کار دیگر هم داری همزمان انجام میدی، یه وقتایی واقعا اسراف زمان و مواد غذاییه. الان میخوام از این ماسکه که تو ولاگ چیز بهتون نشون دادی اول سال، از اینا بذارم یه قهوه بخورم. من هنوز فستم، از دیروز ساعت 4 و مثلا 10 دقیقه اینا تا الان فستم که دیگه داره ساعت 11 میشه. بر همین دیگه بعد آروم آروم به فکر این باشم که فستم رو باز کنم. این همون آندر آی ماسک است، گذاشتمش تو یخچال، خنک خنکه و این خنکیش باعث میشه که پفای زیر چشم بخوابه. من خیلی خدا رو شکر پف ندارم. گفتم بهتون وزنم رفته بود بالا، من یهو مثلا از 59 اینا شدم 63 در عرض 10 روز 11 روز، و خیلی هم تو صورتم، بدنم، شکمم یه تورم خیلی بدی رو احساس میکردم. بعد الان امروز وزن کردم 61.5 بودم، یعنی 1.5 کیلوش تونست برگرده پایین به خاطر اینکه فستامو رعایت کردم، پیاده روی کردم، ورزش کردم، تغذیه‌مو دوباره برگردم رو روال عادی خودش. از رستوران و این حرفا یه مقدار زدیم، منظورم از رستوران دیر وقت غذا خوردن بود،
مثلا 9-10 خیلی 9-10 غذا خوردن خودکشیه، چیزه چاقیه، اصلا دیر وقت غذا نخوریم، مخصوصا غذای سنگین. ساعت 1 شد، من از ساعت 10 تا الان داشتم آشپزی میکردم و خونه رو تمیز میکردم. الان برای اینکه بوی غذا یکم بره یه ولاگ ما گذاشتیم که من و سایه رفتیم یه جا عطر درست کردیم. این عطرایی که الان عطری که تو اینه مال سایه است، ما خودمون این عطر رو با رایحه‌ای که خودمون دوست داشتیم درست کردیم. خیلی ولاگ جالبیه و تجربه جالب بود، حتما نگاه بکنید اگر تو هستین برید. الان من اینو که خیلی بوی سبز و بوی تازگی داره رو، این هیومیدیفایره که زمستون ما همیشه روشن میذاریمش که رطوبت خونه مقدار حفظ شه، چون بخاری ها روشنه هوا خیلی خوش میشه و برای پوست اصلا خوب نیستش. من یه دو فیس فیس توی این مخزنش میزنم بعد این رو روشن میکنم. بوش دور خونه میچرخه، یه مقام بوی مواد غذایی رو با این بوی تازگی جابجا میشه و چون یکم خاص‌تر از اسپری‌های خوشبو کننده است، واسه میشه خونه یه سیگنیچر بوی خودمون رو بگیره. یعنی یه نفر این بو رو تا استشمام میکنه سری میاد اینجا. میدونی چی میگم؟ بریم ادامه روز. بالکن این شکلی شد. من باید یه طبقه چیزی پیدا بکنم که اینا اینجوری نباشه. خیلی لوکه بدی داره. انگار داریم اسباب کشی میکنیم. اینجا حمومه. این اصلا جذابیت ظاهری نداره، ولی از وقتی که اینو من گذاشتم و هر چیزی جای خودشو داره، ما حاضر شدنمون خیلی اورگنایزتر شده. الان مثلا اینا توش لنزه، اینا وسایل ناخونه، کش و گل سر و ایناست، این تمام عطر و اسپری هاست، ساپلمنت و قرص، وسایل مو، کرم و شونه مو، چیزای اضافه ای که فعلا مصرف نداریم ازشون، مثلا چند تا ازشون داریم. خیلی کمک کرد این لول اینجوری اورگانایز بودن، ولی خب میگم ظاهری خوب نیست. من یه ریمل جدید دارم امتحان میکنم، مال مارک اورئاله. دفعه اولم اینو میزنم، ولی فکر میکنم بهترین ریملیه که من به عمرم امتحان کردم. من اینو میزدم اکثر مواقع که خیلی هم گرونه، فکر کنم 30-40 دلاره. چیز اسمش چیه؟ مال بنفیته، یادم نمیاد اسمش چیه، ولی خیلی هم ریمل معروفیه. الان اینو دارم میزنم که 12 دلاره، فکر کنم 10 دلار از آمازون بخواین بگیرید. من معمولا از آمازون میگیرم چون تو آمازون از دراگ استور شاپرز و اینا ارزون تره، ولی خیلی خیلی ریمل خوبیه. به موجه های لیفت خیلی خوبی میده که معمولا من با هیچ ریملی اینو احساس نمیکردم. یعنی انگار که الان خیلی موجه دارم و خیلی هم بلنده. یعنی در مقایسه با این ور فرقشو، خیلی فرقش واضحه. حالا چون من اصلا اهل آرایش کردن به شکل حرفه‌ای نیستم، یه چیزایی احتیاج دارم که دود جاب، به خاطر اینکه من مثلا نمیرم 10 تا استپ مختلف انجام بدم که بتونم موجهای خیلی بلندی داشته باشم. یه چیزی میخوام که ریزالتو یه لحظه به هم بده که این ریمله میده. تنها مشکلش اینه که شبا که میخوایم بشوری خیلی سخت میره. یعنی دان خیلی چشام جون گرفته انگار. پیشی نشست اینجا به هوا که من بهش شکلات بدم، شکلات ندادم بهش، خیلی ناراحته. من صبح خیلی اوقاتم تلخ بود چون مجبور شدم که بمونم خونه، پیاده روی هم نرم، آشپزی بکنم، خونه رو تمیز بکنم. بعد دیدین آدم خونه رو تمیز میکنه یهو سر از کورنرها و جاهای عجیب غریب در میاره و مجبور میشه یه سری وسایل رو جابجا بکنه. الان ساعت 2:33 دقیقه است. من پیاده روی که هر روز میرم هم حتی نرفتم، یعنی روتین زندگی به مقدار جابجا شد نسبت به روزهای عادی. بعد طول کشید تا بتونم درون خودم صلح ایجاد کنم که آقا اوکیه، تو اول که خونه زندگی خودتو داری تمیز میکنی، بعدم از هفته پیش تا الان هیچ کاری نکردی تقریبا توی خونه، از لحاظ تمیز کردن همش این ور اون ور بودی. الان داشتم یه دونه پادکستوری گوش میکردم از یوتیوب که یه سری آدم وایت چشمابی مطلعی نشست بودن راجع به ورزش و تغذیه و استرینگ ترینینگ و اینا صحبت میکردن. بعد من متوجه شدم که چقدر از جنبه
پرفکت دارن این قضیه رو حرف میزنن. آره من مثلا از صبح تو بلند میشم اینو میخورم، این کارو میکنم، ورزشم اینجوریه. که کسی که حالا یه سن سالی ازش گذشته باشه، یه تجربه زندگی داشته باشه، یه کوچولو متوجه میشی که این واقعا، بعد طرف مثلا 3 تا بیزینس مختلفم داره، بعد یه پرفکت اسکیجول داره از لحاظ تغذیه، از لحاظ کار کردن، از لحاظ ورزش کردن. خیلی منطقی به نظر نمیاد که یه نفر بتونه همه اینا رو کنار هم بذاره. ما یه ایده‌ای خیلی خوب یا یه رسیپی خیلی خوب داریم واسه تغذیه سالم، ولی چیزی که من این چند سال متوجه شدم اینه که واقعا بین اون پرفکت ترین حالت و اون چیزی که واقعا ما میتونیم هر روز تو زندگیمون اعمال کنیم خیلی فاصله وجود داره. و من مدت ها مثلا سنم که کمتر بود یوتیوب میدیدم و خب هنوز تجربه زندگی و کاری نداشتم، خیلی احساس بدی بهم دست میداد به خاطر اینکه فکر میکردم باید اون حالت پرفکت رو بهش برسم و چون بهش نمیرسیدم این چیزی که میتونستم تو زندگیم داشته باشم هم از دست میدادم. این مطالبه که توی اینستاگرام، یوتیوب آدم های مختلف میان و خیلی به شکل اکسپرت کارشناس برنامه میشن و یه جوری میگن که ما اینجوری زندگی میکنیم، واقعا در عمل پشت صحنه خیلی از اینا اون شکلی که میگن و زندگی نمیکنن. مثلا اینکه مثلا آره پروتئین خیلی خوب آدم تو تغذیهش باشه، ولی آیا تو میتونی هر روز مثلا 120 گرم پروتئین خالص به بدنت برسونی که هلتی باشه، پر از سوپر فود باشه، خودت درست کرده باشی؟ نه نمیشه. من یه دونه اسموتی بخوام درست بکنم کل آشپزخونه رو باید بعدش بشورم و تمیز بکنم. یعنی فقط اون چیز نهایی نیستش که مهمه، اون پرپریشنی که قبلش باید انجام بشه که تو بتونی اون به اون چیز نهایی برسی. باید بری میوهشو بخری، ماستشو بخری، مطمئن بشی که تاریخش خراب نشده تا موقعی که تو ازش استفاده میکنی. ما ایدئال ترین حالت و محصول نهایی رو یه وقتی توی سوشال میدیا میبینیم. من خودم اینستاگرام شاید خیلی واقعا نگاه نکنم، اینو که میزنیم یکی داره اسموتی درست میکنه، یکی داره این کار میکنه، یکی داره ورزش میکنه. و خب یه سری آدم هایی هم که جنتیکلی، یعنی به خاطر اینکه حالا پدر مادرش فیزیک خاصی داشتن، خب در نهایت این آدم هم یه فیزیک خاصی داره، یعنی به دنیا که اومده این ادوانتج رو داشته که بدنش مثلا چنم چربی اونجوری زیر بازوش جمع نمی کنه، بینیش کوچیکه، کمر باریکی داره. یه سری آدم ها این شکلی که خیلی تو موقعیت پرفکتی هستن آلردی، یعنی برای رسیدن بهش تلاشی نکردن، میشن اکسپرت. بعد خب همه آدم ها مثل خود من نمیتونم مثلا یه دختر مثلا راشن که قدش از من بلندتره و یه شکل دیگه است و تازه مثلا تازه 19-20 سالشه رو، اونو من نمیتونم الگوی خودم قرار بدم که ازش چیزی یاد بگیرم، نمیتونم. یعنی فقط اون گپی که بین من و اون وجود داره unconsciously ذهن من آنالیز میکنه که خب پس من خوب نیستم، احتمالاً هم به خاطر اینه که به اندازه کافی ورزش نمیکنم، مثل اون مثلا اسموتی نمیخورم، ساپلمنت های اونو ندارم. حالا کاری که خود من دارم میکنم با اینکه یه مقدار خلاف جهت شاید چیزی که تو سوشال میدیا باید انجام بدی تا بتونی موفق بشی، اینه که همه دارن سعی میکنن یه تصویر نهایی پرفکت رو نشون بدن، من دارم سعی میکنم که برم اون بر، یعنی قسمت واقعی و زندگی رو نشون بدم. ولی مطمئنم که باعث میشه که با یه سری آدمای واقعی نزدیک و کانکت بشم، شاید مثلا اون کلیک های میلیونی رو نخوره، امیدوارم که بخوره، ولی تصویر واقعی زندگی پشت صحنه‌اش خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که خیلی از این آدم‌ها به عنوان کارشناس کلیم میکنن، ادعا میکنن که زندگیشون اون شکلیه. مثلا داشت خانمه راجع به ورزش کردن میگفت آره 3 روز تو هفته باید ورزش بکنی، روز اول باید بری نمیدونم بک کار کنی، روز دوم بهتره که باسن کار کنی و فلان، روز دیگه مثلا چست کار کنی. من که مربیم، صبح که بلند میشم وسط جیم از خواب بلند میشم، یعنی من لیترالی وسط استودیو زندگی میکنم، وسط جیم نمیتونم اونجوری ورزش بکنم. یعنی مگر اینکه یه نفر باشه غذا رو بپزه، خونه رو تمیز بکنه، کارهای من مثل یه منشی انجام بده، تازه من سایرم دارم، خیلی کمکم میکنه، چه کمک فکری چه کمک زندگی، بازم نمیتونم اگه اونجوری بخوام ورزش بکنم. مثلا یعنی منطقی نیستش. برای همین حالا کاری که خودم دارم میکنم اینه که واقعا یه سیستم تغذیه، یه سیستم ورزشی که اکثریت آدم ها بتونن اعمال بکنن تو زندگیشون رو دیولوپ بکنم. الان مثلا دیروز من توی استارباکس نزدیک 4-5 ساعت داشتم کار میکردم، حتی خیلی مرتب نیستش، ولی مثلا برنامه ورزشی که دارم مینویسم کار میکنم روش، کجاست؟
توی لپتاپمه ولی توی مثلا چیزم اینا تمام حرکت‌های مختلفه که اینا رو اینجوری پشت سر هم چیدم، مثلا این شکم برنامه‌های مختلف، این حرکتایی که برای پاسچر بدن، این حرکت‌های اجیلیتی و پریدنه، اینا رو مثلا همه رو می‌ذارم اینجوری پشت سر هم نگاه می‌کنم، از مثلا برنامه 1 برنامه 2 برنامه 3 های این حرکت‌ها به هم دیگه مثلا خوب کانکت شدن، کسی که این حرکتو بزنه آماده بشه که جلسه بعدی این حرکتو بزنه، اینا مثلا چون 6 جلسه اول آمادگی لازم رو بهش بده که مثلا جلسه 20 آماده باشه مثلا یه حرکت سخت‌تر رو بزنه. یه مقدار منطقی‌تر و فانکشنال‌تر به ورزش، زندگی، تغذیه سالم آدم نگاه بکنه. چون اگه بخوای پرفکت ترین حالت رو در نظر بگیری، چانس اینکه بتونی اعمالش بکنی خیلی کمه، مگر اینکه خیلی ریسورس داشته باشی، آنلیمیتد پولم داشته باشی، آره شاید. ولی آدمایی که دیگه دستشون تو زندگی واقعی میره و مسئول خیلی قسمت‌های دیگه زندگیت میشی که تا قبلش شاید آدمای اطرافت، پدرت، مادرت، خواهر برادرت انجام میدادن، اونا که میرن کنار و تو میمونی و اون بساط گنده، باید یه مقدار سیستم منطقی تری رو چه تو ورزش کردن اعمال بکنی، چه تو تغذیه‌ات. آره، حالا این برنامه هدف من از تمام کارهایی که دارم میکنم و مدل برنامه نوشتنم، چون نمیشه فقط در نظر بگیری که آقا مثلا من میخوام عضلات بکمو کار بکنم، عضلات فلانمو کار بکنم، خیلی مثل ربات تیکه تیکه به بدن نگاه بکنی، باید به عنوان یه هول بهش نگاه بکنی و با این در نظر گرفتن این کانسپت بری ورزش بکنی. باید در نظر بگیری که آقا من آدمم، مثلا میرم مادرمو میخوام ببینم، مامانم مثلا چه میدونم لوبیا پلو درست کرده، دلش میشکنن، میخوام کنار خانواده‌ام بشینم، میخوام مسافرت برم. اگه بخوای خیلی پرفکت همه چی رو چیز بکنی، کنترل شدید روشون بذاری، 100% نمیتونی موفق بشی. یه وقتی آدم 70-80% رو درست انجام بده، یه 30-40% جا برای اسمش هم میشه خطا گذاشت، روم برای تغییر بذاری که یه جا بالا پایین شد زندگی. مثلا من چند ماه پیش مامانم زانوهاشو عمل کرد، خدا رو شکر همه چی به خیر گذشت، ولی اون چند روزی که تو بیمارستان بود و خب اون مدتی که باید فیزیو میکرد هنوزم باید بکنه، مثلا خب من اگه قرار بود یه اسکیجول خیلی پرفکت داشته باشم همش به هم میریخت. اول اصلا به خاطر اینکه اصلا مغزم داشت میترکید انقدر که استرس مامانمو داشتم. حالا بماند که از لحاظ تایمی هم مثلا باید میرفتم یه کارهایی میکردم، هر هفته با هم میبردمش مثلا فیزیو، نمیتونستم برای خودم دیگه، تایمم خیلی کم میشد. حالا این تازه یه مشکله، مشکلم نه، یه اتفاقه. یه نفر که بچه داره چی؟ یه نفر که خدای نکرده یه آدم مریض داره با مراقبت کنه ازش، خودش مریضه، شغلشو از دست داده، دنبال کار میگرده، تازه مهاجرت کرده، میخواد حامله بشه. میبینید چقدر عوامل مختلف هستش. این چیزایی که تو اینستاگرام میبینیم، تو سوشال میبینیم، اول اصلا دارم به خودم میگم، خیلی به قول انگلیسی ها you have to take them with a grain of salt، معادل فارسیش اصلا نمیدونم چیه، ولی نمیدونم، باید کلای خودمون رو قاضی کنیم ببینیم که آیا این چیزی که میبیذارم جلوم چقدر پشت سرش اتفاق افتاده که یه نفر مثلا صبحشو با اسموتی شروع کرده. میدونی خیلی چیزا باید باشه. همین، فقط دوست دارم که مقدار قدرت آنالیز کردنمون رو تو مطالبی که میبینیم ببریم بالا، چون حیف خیلی اطلاعات، مثل همین کسی که میگم داشتم پادکستش رو گوش میکردم، خیلی اطلاعات خوبی هم داد، ولی در کنارش هم احساس میکنی چون آدم دارن سعی میکنن خودشونو، محصولات خودشونو، برند خودشونو، چهره خودشونو بفروشن، همه ما داریم این کار میکنم. مثلا من ترینرم، دوست دارم که کلاینت بگیرم، دوست دارم کلاینت های خاص بگیرم، مثل آدم های خاص باشون کار بکنم. قاعدتا تو حرفم، تو کارام یک جوری اپروچ میکنم که بتونم با اون آدم ها کانکت بشم. اینا هم حالا همینطور، کسی که کمپانی داره مثلا ساپلمنت تولید میکنه، قاعدتا یه جوری حرف میزنه که بتونه محصولاتشو بفروشه. اگه بیاد بگه که مثلا من صبح تا لنگ زور خوابیدم، بعدش هم بلند شدم مثلا فلان غذای این آن هلتی رو خوردم، مکملش احتمالا خیلی جذابیت نخواهد داشت واسه مردم بخرن. با خودشو یکم پرفکت و چیز نشون بده، میدونین چی میگم،
تا یه نفر باورش بشه. ولی الان داریم وارد یه برهه از زمان میشیم. سوشال میدیا اینقدر بزرگ شده و اینقدر آدمایی که توش میان دیگه، حتی اون کسایی که بیرون وایساده بودن و آشنا نبودن و بلد نبودن وارد شدن. مثلا من مامانم روز 40 تا پست از یوتیوب و اینستاگرام و جاهای مختلف برای من میفرسته و مامان من کسی بود که مثلا 14 15 سال پیش با گوشی موبایل، یعنی من یادم بهش یاد دادم چجوری زنگ بزنه، ولی امروز دست منو از پشت بسته. همه دیگه واردش شدن و خیلی خوبه که داریم اطلاعات جابجا میکنیم، با هم دیگه شیر میکنیم، ولی در کنارش باید قدرت آنالیز مسائلمون هم بره بالا، چون یه اطلاعات غلط یهو شروع میکنه پخش شدن و مثل ویروسی که پخش بشه سوزوندنش خیلی خیلی سخت میشه. من با اینکه به هیچ عنوان وقت ندارم و برگردم برنامه بنویسم و آماده شم برای کلینتای عصرم، گفتم یه 20 دقیقه میرم پیاده روی برای اینکه تعهدم رو به قضیه نگه داشته باشم. بریم فقط 20 دقیقه. من برگشتم خونه، 20 دقیقه شد تقریبا، ولی خیلی کارم عقب افتاد. بریم بریم بچه ها. این شام منه، ترکیب برنج و کینوا و اون مرغه که درست کردم. آنستی خوشمزه شد. اینی الان چیز نیستم، ناراحت نیستم هستم، نمیم چون عصبانی شدم که غذا بد شد. من سر کارم تموم شد، بعد نشسته بودیم با سایه داشتیم حرف میزدیم، تصمیم گرفتیم یهو بلنشیم بریم کاسکو. یعنی الان ما رو میکشتن واسه هیچ چیزی بلند نمیشدیم. اینقدر دوست دارم این تصمیم لحظه بگیریم. خودم خفه میکردم سایه برای هیچی بلند نمیشد. داریم میریم کاسکو دستگاه قهوه ساز بگیریم. چون ما خونه سایه اینا دیگه ایشالا از همت خیلی بیشتر میخوایم بریم اونجا. خیلی خوش میگذره، هم خوش میگذره هم حالا هوامون خیلی عوض میشه، واسه روحیمون خوبه. تنها مشکلی که منزل اتحادی داره اینه که دستگاه قهوه ساز نداره و نزدیکش هم نه تیم هورتونی نه استار، حداقل باید 45 دقیقه راه بری تا برسی به اولین تیم هورتون یا استارباکس. میریم یه دستگاه قهوه ساز از کاسکو میخریم، اونجا میذاریم که این مشکل هم حل بشه. بچه این کیک های تولد و تزینش رو ببینید. این واقعا چی فکر کردن؟ این شکلی، این عالیه. ببخش باشه ولی یکم من سنگ قبر میندازه این دیزاینش. خدایی گلاش خوشگل در آورده، خیلی تمیزه، ولی مثل سنگ قبر شهداست. اینا هم همینجا اینا که چند تا لاله. آره بچه ها دیدین مد شده یه نفری ها وسط مثلا خیابون وسط بازار شروع کنه چهچهه زدن. حالا سایه یه آهنگ داره میخونه، من میگم از اول بخون، خیلی قشنگ میخونه. خواهش میکنم وسط کاسکو بخون. از خونه جوانان وطن لاله. این سخت خنده بلنده. دلم میخواد سایه رو بگم جرواجر کنم وقتی که اینجوری میشه. داری میخونی، چرا یه ها فیدبک میدی وسطش؟ جالب بود آخه. امروز انگاه به من سخت گذشت مقاش بازی کردن. من از این سویت پوتیت های کاسکو گرفتم که آلردی بریده شده است و اینا. تنها ایرادی که داره اینه که چیز بهش زدن، روغن کنولا زدن. ایراد بزرگی البته، قابل اقماس خیلی نیست، ولی واقعا اینقدر زحمت کشیدم امروز که همون ترجیح میدم که روغن بعد بخورم، ولی اینقدر سرپا وای نستم کل روزم به آشپزی کشیده بشه. نه؟ زحمت کشیدم دست شما در من. حالا راستش بخوای غذایی که درست کردم سویا اصلا نمیتونه بخوره به خاطر اینکه پیازش خیلی زیاد شد. آره متاسف. البته پیازش رو میتونی جدا کنی، اینجوری بتکونی پیازش میریزه. بتکونی. از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، حبیب لاله دمیده. از قامت سر و قدشان سر و جانم سر و خدا سر.
آفرینه رمیده یادم رمیده دفت چی شده؟ نه یا چیزی بود که ما میتونستیم از پنجره سایه بکشیم بیرون. بچه ها چیز میشناسید؟ کسی رو میشناسید که معلم آنلاین آواز باشه؟ خمیده. من میخوام خیلی رو سایه سرمایه گذاری بکنم و ازش تیلر سویفت در بیارم. چرا؟ خیلی پتانسیلشو داره. و حتی بچه که بوده شعر میگفته. اینجا زونه بوده که من بچه بودم بولیسون میکردم میشست دفتر شعر داشته و ادبیات میخونده و اصلا اسم سایه رو از رو چی گذاشتن؟ هوشنگ ابتهاج. خدا بیامرز ابتهاج. من در این حد شوتم تو این چیزا. اسم امید از رو چی؟ برادرش مهدی اخوان ساله. آره خانوادگی فرقیختن. فقط چیز نکردن، فالو اپ نکردن. سایه رو اگر کسی رو میشناسه که معلم آوازه و میتونه من کلاس آواز بذاری خودم بدم. اینه پنجره طلایی رو ما یه مقدار چیز کنیم برونش بدیم. لطفا حتما بهمون بگین. قابلمه هم گرفتیم که من دیگه غذا درست میکنم نتونم قابلمه رو بهونه کنم برای خراب شدنش. یه چیز آره مثلا گفتم قابلمه خراب شد، زمین کجه گاز بده. من چون دوست دارم که فست بگیرم و کلن مصرف غذامو در کل بیارم پایین در زندگی، برای اینکه من اون هوس غذا خوردن و اینا، اون قسمتی که هوس نه اون قسمتی که واقعا تو نیاز به غذا داری رو بیارم پایین، الان خیلی مد شده کمپانی‌های مختلف آبو به شکل‌های مختلف در انواع بسته‌بندی ارائه میدن. الان مثلا این اولیش یه آب نوشته روش نوشته چی؟ رینیو پریمیوم هایدری، همون آبه، یه چیزی کوبوندن توش، چه میدونم یکم رنگ دادن، یه مزه‌ای دادن، نه یه کوچولو شاید یه خاصیت ریز داشته باشه، ولی واقعا بیشتر پول بسته‌بندی و این دیزاین و ایناشه، یعنی بیشتر اثر ادورتایزمنتی داره یه همچین چیزی. تا همون لیوان آب و شیر بخوریم تاثیرش همونه. این یه مدل دیگه است، تقریبا همشون شکر ندارن یا خیلی کم دارن. اینا گازدار باید باشن احتمالا. این سه مدل رو جدید کاسکو برده بود، اینم از قبل بود. یه کوچولو هم دارم فکر میکنم برای کلاینتام، برای اینکه مثلا میان اینجا یه چیز متفاوت، یه درینک متفاوت، باز منم از همین جنبه ادورتایزمنتی این استفاده کنم، چون لوک یه همچین چیزی خیلی جالبه. مثلا یه همچین آبی رو آدم بگیر بخوره حس خوبی میده. یکم بر بچه ها بذارم. بعد من خیلی وقته که مکمل امگا 3 ما نخوردیم، ولی برای ما خانوما مثلا هورمونامون خیلی مهمه و برای پایین آوردن التهابات داخلی بدن و اینا مکمل امگا 3 گرفتم که توش ویتامین د هم داره و بعد روش نوشته cold pressed extra virgin. cold press یعنی که در پروسه گرفتن این روغن از چیز استفاده نشده، از حرارت استفاده نشده، چون حرارت باعث میشه که نمیدونم اون مولکولای چربی و این حرفا تغییر شکل بدن که اکسیدش میکنه، نمیدونم من شیمیم ضعیفه. anyway خوبه، یعنی کولد پرس کلا روغنی هر چی میگیرین نگاه بکنین روش نوشته باشه کولد پرس.